بادزی یکی از مهمترین گروپ های تخنیکی در افغانستان آمد، معاون بلده برلین که هنوزم پولارتن بنامش است و 600 نفر از جوانای که فارغ تحصیل صنف 6 بودن به صورت بسیار فنی تربیه شدن. تمام از داخل اصول نامه آمد که نظام نامه گفته بشد و با مدیریت نهایت خوب پیشرفت کرد، اما بدبختانه حوادث واقع شد و دیدگاه دارلمان به انزوا رفت. امروز ما دوباره به این رجعت میکنیم و یک شروع جدید تحت حکومت وحدت ملی بر شهر کابل، همشهری های ما در کابل و بر تمام شهرهای افغانستان آغاز میکنیم. ما همه را خوش آمدید میگیم، چون در آخر جمع بندی است. اول از وزیر صاحب فعال شهرسازی خواهش میکنیم که طبق اجندا موضوع اوله که لایحه وظایف کمیسیون عالی توسعه شهری است شروع کنیم. مهربانی. شکر سیب. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جلال ماب محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، جلال ماب محترم رئیس صاحب اجرایه، جلال ماب محترم رئیس صاحب ولسی جرگه، جلال ماب محترم استاد محقق و اعضای محترم کمیسیون عالی توسعه شهری، نخست از همه تشریف آوری جلال ماب شما را و اعضای کمیسیون در اولین جلسه کمیسیون توسعه عالی شهری خیر مقدم عرض می نمایم. آجندای مجلس امروز شامل معرفی کمیسیون عالی توسعه شهری و معرفی برنامه ملی اولویت های شهری می باشد. ایجاد کمیسیون عالی توسعه شهری و تدویر نخستین جلسه آن در یکی از مکانهای تاریخی افغانستان نشان دهنده عمق توجه جلال ماب شما به سکتور شهری و رفع چالش های آن می باشد. ضروری می دانم به نمایندگی از رهبری سکتور شهری از جلال ماب شما که توجه خاصی به سکتور شهری دارین اظهار سپاس و قدردانی نمایم. اهداف ایجاد کمیسیون عالی توسعه شهری: تشخیص چالش های موجود در سکتور شهری، رسیدگی به چالش های موجود شهری، ایجاد هماهنگی در سکتور شهری، طرح و تطبیق برنامه های سودمند برای بهبود وضعیت شهرها، مدیریت سالم از منابع شهری. تدویر اولین جلسه کمیسیون عالی توسعه شهری در این مکان تاریخی نشان دهنده سه اصل مهم می باشد. اول، خوشبختانه عظمت گذشته تاریخ پر افتخار کشوری ما را نشان می دهد. دوم، متاسفانه مصیبت تداوم جنگ های تحمیلی را بیان می کند. و سوم، با امید و عزم راسخ برای رسیدن به یک آینده روشن تحت رهبری جلال ماب شما. کمیسیون عالی توسعه شهری به اساس حکم تاریخی 24/76 مورخ 8/12/1394 مقام عالی ریاست جمهوری تحت ریاست جناب ایشان و با ترکیب ذیل منظور گردیده است. وزیر امور شهرسازی محترم پروفسور قیومی، وزیر محترم مالیه، وزیر محترم اقتصاد، وزیر محترم فواید عامه، وزیر محترم ترانسپورت، شاروال محترم کابل، معین محترم اداره ارگانهای محل، رئیس محترم اداره اراضی، رئیس محترم اداره محیط زیست، رئیس محترم شرکت برشنا، رئیس محترم شرکت آبرسانی، رئیس انجمن مهندسان و انجینران. دستیابی به مراکز شهری پویا، امن و قابل زیست که به عنوان مراکز اصلی رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی عمل نمایند به عنوان دیدگاه و تقویت ظرفیت و ایجاد هماهنگی بیشتر میان ارگانهای شهری جهت گردآوری معلومات و طرح تدوین پالیسی ها و تشریک مساعی در انجام فعالیت های عمرانی و توسعوی شهری در یک چارچوب ملی به حیث هدف نهایی کمیسیون عالی توسعه شهری پیشنهاد می گردد. وظایف و صلاحیت های کمیسیون عبارت خواهد بود از: یک، طرح و تصویب پالیسی ها، قوانین، مقررات، طرز العمل ها و پلان های شهری.
2. آوردن اصلاحات در نظام مدیریتی اداره های سکتور شهری. 3. ایجاد هماهنگی و رفع تداخل وظیفوی میان سکتور شهری. 4. طرح و تصویب پروژه ها و برنامه های توسعه شهری. 5. تصویب پلان های زیربنایی شهرها، شرکها، مجتمع های اداری، رهایشی، صنعتی و تجارتی. 6. تشویق و حمایت از سکتور خصوصی در عرصه تطبیق پروژه های شهری به ویژه مشارکت عامه و خصوصی. 7. سکرتاریت کمیسیون عالی توسعه شهری تحت نظری وزیر شهرسازی و مسکن و به حضور داشتی نمایندگان اداره های عضو فعالیت می نماید. اکنون مطابق اجندای ترتیب شده دومین موضوع اجندا برنامه ملی اولویت‌های شهری افغانستان خدمت شما ارائه می‌گردد. ساختار برنامه ملی اولویت‌های شهری یا Urban National Priority Program توسط رهبری سکتور شهری با همکاری UN Habitat طرح و ترتیب شده است. تا اکنون ما 15 جلسه در سطح رهبری سکتور شهری به ارتباط طرح و ترتیب برنامه ملی اولویت‌های شهری ما داشتیم که در خدمت شما این برنامه قرار دارد. پروگرام اولویت‌های ملی شهری به هدف تقویت ظرفیت و ایجاد هماهنگی بیشتر میان ارگان‌های سکتور شهری در یک چارچوب ملی و به منظور توسعه و رشد شهرها در 3 ستون ذیل طرح شده است. قابل ذکر است جلال ما رئیس جمهور که ما تصمیم گرفتیم که مسئولیت هر ستون به یکی از سهمدارای سکتور شهری واگذار کنیم. هدف ای است که هماهنگی بیشتر در سکتور شهری به وجود بیاریم، مسئولیت پذیری را خلق کنیم و همه رهبری سکتور شهری خود در ساختار این برنامه اولویت‌های شهری خود سهمدار بدانند. به طور مثال ستون اول که تقویت حکومتداری و نیازهای شهری است، مسئولیت از این را ارگان‌های محل دارند که محترم پوپل سید. ستون دوم دسترسی به مسکن، مسکن مناسب و قابل استطاعت برای همه، مسئولیت از این را وزارت شهرسازی مسئول مهندسیب اصالک سیب استند. و ستون سوم استفاده مؤثر از منابع اقتصادی و زیربناهای شهری که قبلا مسئولیت از این را پیکار سیب و جلیل سیب داشتند، بعد از تغییر هویت کابل جدید ما تصمیم گرفتیم که مسئولیت از این را به زون پایتخت کابل بدیم که متاسفانه جناب هوتکسی فعلا تشریف ندارند. و ایران میخوایم خدمت شما عرض کنم که با وصف از اینکه مسئولیت هر ستونا را یکی از رهبری سکتور شهری به عهده دارن، ولی تمام دیگه سهمدارای سکتور شهری نماینده هایشان، نماینده های تکنیکیشان در هر ستون ها اینا عضویت دارن و مشترکاً ما کار میکنیم. حال فعلا به اجازه جلاد ما به شما طبق اجندا ما از هر مسئولین هر ستون ها خواهش میکنیم که برای 5 دقیقه هر ستون خدمت شما تشریح کنند و امیدوار هستیم که در جلسه دومی شورای عالی شهری ما بتوانیم که به تفصیل این برنامه اولویت شهری را خدمت شما تشریح کنیم و تصویب از این را بگیریم. تشکر سیب. جناب پوپل سیب بفرمایید. جلسه دوم عبیبزای سیب فعالیت بسیار زیاده در شهروالی کابل شروع کرده، در اون جلسه باز این هم تشریحات میتن که اقدامات اصلاحیشون چی بود. پوپل سیب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. به اجازه جلالت ما رئیس جمهور، جلالت ما رئیس اجرایه، معاون صاحبان شان، بزرگوارا، اعضای محترم شورای ملی، اعضای کابینه و تمام اشتراک کننده، موضوع ستون اول این برنامه موضوع تقویت حکومتداری و نهادهای شهری. ما سر 4 اصل بخاطر که وضعیت موجود پیدا بکنیم سرش بحث کردیم. موضوع اول
رشد سریع بافتای شهری قرار که ارقام که از بانک جهانی و از دفتر یونیبیتا پدست آوردیم، نفوس شهری افغانستان با سرعت در حال رشد است که 4.5% یک رشد بسیار سریع در منطقه است. از این خاطر توجه بیشتر را کار داره که سرش راه های حل سنجیده شود. موضوع دوم رشد و رشد پراگنده است که در شهرها صورت میگیره که یک شهر بسیار به شکل سرسام رشد کرده و شهرهای اطراف اقماریش بسیار یک سرعت بطی داره. مثلا اگر کابل نظر بگیریم، میدان شهر لوگر چاریکار متاسفانه سرعتش همراه کابل همسان نیست. ایره هم از تحلیل ها به دست آوردیم. موضوع چارچوب قانونی هست که ما سر 4 قانون اساسی بحث کردیم که نبود از 4 قانون ما را بسیار به مشکل مواجه ساخته بود. امیدوار هستیم که این برنامه سرش راه حل سنجیده شود. موضوع آخرش فقدان اطلاعات بود، اما ترند ارمنایزیشن که واقعا چرا مردم در یک قسمت تراکم میکنه و مشکل چی است که ما در شهرهای دیگر توانستیم که توازن را حفظ بکنیم. به این شکل ما در 4 عرصه حرکت خود ادامه دادیم. موضوع ما از 5 زون آغاز کردیم. در 5 زون افغانستان که هرات، مزار، قندهار، جلال آباد و کابل، مجالس را همراه مردم، سکتور خصوصی، جامعه مدنی، همراه خانم‌ها، جوان‌ها برگزار ساختیم که خوشبختانه در 5 جلسه ما بیشتر از 2150 نفر اشتراک کردند که از اقشار مختلف بودند و خصوصا سهم فعال از وا که وا نظر دادند که واقعا چه رقم یک شهر وا می‌خواهند که داشته باشند و چه رقم می‌خواهند شهر بسازند که خوشبختانه 32% از اینها خانم‌ها تشکیل می‌دادند. این ورکشاپ‌هایی که ما برگزار کردیم که شخصا در 2 کنفرانس خودم اشتراک کردم که واقعا نظرات بسیار نکره در ورکشاپ ها به دست آوردیم. بعضی پیغام هایی که از جوان ها آمد که فرخوش بخوانه گفتن که برای جوان ها فرصت بیشتر در احیای شهرها داده شود. خانم ها گفتن که نقش زنها باید در شهرها بارز شود. مردم از سکتور خصوصی گفتن که واقعا ما حاضر هستیم که در سکتور خصوصی سرمایه گذاری بکنه، ولی نقش حقوقی ما و نقش قانونی ما باید بارز شود. از ولایت های مختلف پیغام های بود که ما میخواییم که واقعا در این پروسه سهم فعال داشته باشیم. ما سر 6 مقصد به نتیجه رسیدیم که ما میخواییم که در ستون اول که حکومت شهری است سر 6 مقصد بپیچیم. موضوع اولش ایجاد یک دورنمای مشترک است که تمام ادارات زیرت با مردم یک دورنمای شهری ره که بار اول در افغانستان میخواییم که ایجاد شود، واقعا مشترکاً با هم ایجاد بکنیم که خوشبختانه رهبری سکتور شهری را فضا را مساعد ساخته که همه ما من حیث یک تیم در حرکت هستیم. موضوع دومش چارچوب قانونی هست که می 4 قانونی نمیخوایم که زودترین فرصت این هنچرا نهایی شود که قانون شهرسازی است، قانون شهروالی هست، قانون استملاک است و قانون زمینداری هست که میخوایم که واقعا این 4 قانون نهایی شود و بتانیم که در بالای زمین استفاده مؤثر زمین تغییرات مثبتی را داشته باشیم. موضوع تقویت شهروالی ها هست که ما میخواهیم که شهروال از مدیر تنظیف به یک شهروال مبدل کنیم. واقعا شهروالا در اصلاحیت خوبتر باشند تا مسئولیت بگیرند و شهرها را آباد بسازند. موضوع چهارمش رسمی سازی است ساحاتی که مخد غیر پلانی هست، پلانی هست که یک پروگرام مشترک را در او راستا ما داریم. موضوع پنجمش حمایت از زنان و جوانان، خاصتا در این موضوع یک توجه بیشتر صورت گرفته که حکومتداری شهر سالم شهری نمیتونه که مطمئن شود تا وقتی که سهم فعال جوانان و خانما در او برجسته نباشه. و موضوع آخرش تقویت سیستم نظارت است و جمع‌آوری معلومات که به اساس دیتا بانک می‌خوایم که یک معلومات بسیار منظم را به هر ربع و یا هر سال ما تحلیل بکنیم که از کجا به کجا ما پیشرفت کردیم و چه تغییرات را می‌خوایم اونجا بیاریم. موضوع نتایج را که ما توقع داریم که در موضوع اولش همین پالیسی ملی شهری است که تا حال متاسفانه در این فقدان از این پالیسی قرار داریم. امیدوار هستیم که بتانیم که به زودی فرصت یک پالیسی ملی شهری ایجاد شود که در روشنایی از او پالیسی ما قوانین خود نهایی بسازیم و بالاخره به مقررات و طرز عملات بریم. موضوع دوم موضوع 4 قانون است که باید نهایی شود. بر علاوه از او موضوع سرنوشت پالیسی بهسازی ساحات غیرپلانی و همچنان قانون بر از او تصویب شود و نهایی شود. موضوع دیگه‌ای که ما سرش بحث کردیم موضوع ساختار شهروالی و تقویت از او که سیستم های کامپیوتری که اینتگریتد فینانشل منیجمنت سیستم و یا IFMS است که چه رقم بتانیم عواید شهروالی را ما هم رکورد بکنیم، هم ثبت بکنیم، هم به شهروندای خود او را راپور بتیم به شکل شفاف و حساب دهش که عواید شهروالی سالانه چقدر است، مصرفش چقدر است و از کدام منبع چقدر عواید ما به دست میاریم. موضوع مقصد چهارم میشه ایجاد شوراهای انکشافی در سطح محل است، گذر است، ناحیه است و شهر است و می خواهیم که یک اتحادیه شهروالی را بعدن و در مرحله اول شبکه شهروالی را ایجاد بکنیم با سکتور شهری که واقعا یک شبکه بسیار قوی باشه تا معلومات هم شریک شود و این کارا صورت بگیره. مقصد پنجم ما توانمندسازی خانم‌ها و جوان‌ها هست که یه هدف اساسی ماست و موضوع آخرش هم متقویت سیستم مالی هست. دو برنامه اساسی را که ما زیر دست گرفتیم، یکی خوشبختانه همبستگی ملی شهری را که در روشنایی میثاق شهروندی می‌خوایم تمام نهادهای سکتور شهری را ما بخوایم که یک فضای ایجاد بکنیم تا واقعا حکومتداری شهری تامین بکنیم و به اشتراک مردم و تصمیم‌گیری مردم اونجا برجسته باشه. و موضوع دیگه
خوشبختانه موضوع ثبت است که ساحات غیر پلانی ثبت شود، کتابچه صفایی توزیع شود، هویت حقوقی از ما معلوم شود و بتوانیم واقعا که یک حرکت مثبت را داشته باشیم. بسیار تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جلادما رئیس سب جمهور و جلادما رئیس سب جایا، اعضای محترم کمیسیون عالی توسعه شهری و حضار محترم، با عرض سلام. البته در ارتباط با ستون دوم یا پلر دوم اولویت های شهری، موضوع مسکن است که ما خدمت شما عرض کنیم که عنوانش است که دسترسی و مسکن مناسب و قابل استطاعت و خدمات اساسی شهری برای همه. تحلیل از وضعیت موجود طوری بوده که بر اساس راپوری که از وضعیت شهرهای افغانستان وجود آمد نشان می‌دهد که تا سال 2030 ما افغانستان سالانه نیاز به ساخت 41,000 واحد مسکونی دارد و نشان می‌دهد که 77% نیازمندی به مسکن از جانب قشر کم درآمد و زیر خط فقر باشد. البته خوشبختانه افغانستان بانک یک مطالعات تحقیق سروی انجام کرده که دیگه به 6 کاتگوری از نظر درآمد و واحد تقسیم کرده که کاتگوری 1 است که بنام اپارل کباس، کاتگوری 2 است، 3 است، 4 است، کاتگوری 6ش کسایی است که پایین‌تر از $100 اینا واحد دارن با اساسی اشاره به این بشه. همین قسم نشان میده ایراپور که 70% شهرها به صورت غیر پلانی رشد نموده و همچنان دسترسی به خدمات اساسی و معیاری در شهرها تامین نمیشه. این یکی از به اصطلاح یادداشتایی بود که از راپور وضعیت شهرهای افغانستان به دست آمده. همین رقم یک جناب پوپر سه اشاره کرد به ارتباط صحبتایی با مردم شد، با جامعه مدنی شد، با خانما و زنا و با سایر اقشار جامعه در 5 ولایت افغانستان. دیدگاه مردم در مورد ستون دوم چند بولت پوینت را یاد میکنه. در بخش سکتور خصوصی گفته که دولت باید از تخصص و تجربه بخش خصوصی استفاده نماید. طبعا که یک نیاز است. شورای محل گفته که ما به مسکن مناسب و دسترسی به خدمات اساسی و مسئولیت ملکیت نیازمند هستیم. زنان میگن که مسکن برای خانم ها بدون سرپرست به کرایه داده نمیشد، بنابراین حقوق زنان به صورت کلی تامین نمیباشد. در قندهار فرزند گفته که روند غصب زمین زمینه تاراج جایدادهای عمر و بزرگمندان فراهم ساخته است. دهرات گفته که داشتن مسکن مناسب یک رویا برای خانواده های کم درآمد و متوسط می باشد. امیر حسین جلال آباد میگه که برای ارزیابی وضعیت مسکن در شرق کشور نیاز است تا بدانیم در چه حالتی قرار داریم. در ارتباط با ستون دوم اهداف ابجکتیو ها و مقاصدی که ما داریم امیر به طور خلاص در اینجا آورده میشه. برنامه مقصد اولش ترویج برنامه های جدید برای تهیه مسکن اجتماعی و مسکن قابل استطاعت است که هر کدام از خود شرحی دارد، طوری که وزیر صاحب گفت در جلسات بعدی. دومش بسازی ساحات غیر پلانی جهت ادغام آنها با باخت های شهری است. چرا ساحات بسیار وسیع غیر پلانی است؟ اجرای برنامه های نوسازی شهری در مرکز و 5 شهر بزرگ دیگر برای تبدیل آنها به واحد های همسایگی. 4. ایجاد یک سیستم معیاری و جوابده مالی در سطح ملی مانند باغداری اسلامی یعنی مرابحه و رهن مسکن. 5. تمدید خدمات اساسی و پایدار شهری به تمام منازل مسکونی. 6. بهبود فضاها و تسهیلات شهری به همین شکل تقویت و معیاری سازی سکتور ساختمانی و مواد ساختمانی به همین شکل نگهداری و مراقبت از میراث‌های فرهنگی، تاریخی و محیط زیست شهری. یا 8 مورد اهداف اساسی برنامه دوم که ستون است که ارتباط دسترسی و مسکن است که هر کدام از یک فصل است، یک چپتر است که با تشاد دیگه گنجایش ندارد و ما امیدوار هستیم که از این 8 اهداف که دیگه آمده کدام نتایج به دست بریم. یک از نتایج بسیار عمده که ارتباط میگیره برنامه بستگی شهری برای بهسازی برنامه ریزی از طریق شوراهای محل و تشکیلات گذر است که بهسازی ساحات غیرپلانی باشد کنیم. نتایج دیگه که بسیار کلیدی است در ستون دوم ما گفته میتونیم تطبیق پروژه های نوسازی شهری از طریق سکتور خصوصی و سهمگیری مردم است. در این ارتباط میشه که ما از تجربه که در شهر اسکیشهر کشور ترکیه نوسازی شده و تحول شهری در امتداد یک مسیر یک دریا آمده که در سال 2000 چه رقم بوده و در سال 1930 چه رقم بوده. در همین شکل نمونه است که صاحب دارلمان هم بتونه که با از این تجربه استفاده کنه، از این نوسازی و از این بهسازی استفاده بکنه مشمول قصر دارلمان. نتایج یا برایندی کلی ستون دوم یا مسئله مسکن ایره ما در چند مورد اشاره میکنیم. به این چیزی که از این بدست میایه بدرد میخوره ما میتونیم که راهکار خود بسازیم در ارتباط به حل مشکل مسکن یا کاهش آوردن چالش مسکن. یک، توسعه برنامه ملی مسکن است. یکانه چیزی که بسیار مهم است پالیسی ملی مسکن باید از چوکات از این یک مورد از این باید تایید شود. تصویب پالیسی بهسازی ساحات غیر پلانی است.
تطبیق پروژه های نوسازی شهری از طریق سکتور خصوصی و سهمگیری مردم است. به این شکل انکشاف پالیسی و چارچوب مالی برای مسکن است که چیز بسیار عمده و کلیدی است. پلانه های متداوم با منسجم جمع‌آوری زوال های شهری و ایجاد برنامه های آگاهی‌دهی برای مردم است. به این شکل ایجاد تسهیلات تفریحی و فضاهای عام است. به شکل مثال پارک هاست، به طور مثال کلینیک هاست، به طور مثال جیمنازیوم ها، ساحه های ورزشگاه هاست. به این شکل طرح مقررات برای استانداردهای ساختمانی، کیفیت مواد ساختمانی و مشخصات و معیارهای تطبیقی است. به این شکل هدف برآیند آخری اولویت دهی به بازسازی و بهسازی محیط زیست شهری است. اینجا دو مورد دیگر هم اشاره میکنیم که چیزی که بسیار مهم در راستای ستون دوم است، بنامه برنامه ملی مسکن. ما باید عرضه داشته باشیم گزینه های مختلف مسکن به اساس نیازمندی های مختلف اجتماعی، یعنی برای بیجا شدگان، برای عودت کنندگان، گروپ های آسیب پذیر، مسائل اقتصادی و فرهنگی. به این شکل تنوع در گزینه های مسکن از جمله آپارتمان ها و گزینه های اعمار تدریجی مسکن است که فردا مسکن انواع مختلف داره. مسکن است که به شکل ویلا هاست، مسکن است که به شکل به اصطلاح متصل است که ایرا اتچد میگه، یا مسکن انبو است یا نیم انبو است. به طور مثال مسکن است که 20 منزل بالا شده، این تراکمش بسیار بالا است، آپارتمان است، یا مسکن است که دو سه خانه با هم یک جا شده، یا اینکه قطار از خانه هاست. به این شکل انکشاف و تصویب استانداردها و راهنمودهای ملی مسکن است. قابل یادآوری است که در آخر ما با احتیاط کنیم که از تجربه سایر کشورهایی که دنیا است، مثل ترکیه است، مثل کره جنوبی است، به طور مثال طرح مسکن برابری دولت که اکثر مسکن اجتماعی است که برای قشر آسیب پذیر و بیجاشلای داخلی و بخش های امنیتی معیوبین و فامیل های که سرپرست طبق منوز دارند به واسط، به طور مثال از تجربه بوگاتا مرکز کولومبیا، از سانتیاگو مرکز چیلی و همچنین از برازیل که برنامه داشت به نام خانه من زندگی من، و از یا تلاش میشه که در این راستا برای ستون دوم در اصل مسکن سازی ما از استفاده کنیم. از توجهتون تشکر. مختصرا خدمت هستم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جلالت ماب رئیس به جمهور، جلالت ماب رئیس به اجرایه، جلالت ماب رئیس به بوریسی جرگه، بزرگاه و اعضای محترم کابینه و اعضای محترم کمیسیون، السلام علیکم. ستون سیم ما موضوعش تقویت اقتصاد و زیربناهای شهری هست. در این ستون موضوعات اساسی را که ما می خواهیم با چالش ها رسیدگی شود، قسمی که می فهمیم موضوع اساسی بیکاری در شهرهاست، مسئله فقر است و همچنان عدم تسهیلات لازم برای رشد و سرمایه گذاری سکتور خصوصی هست، و همچنان خود موضوعات ارتباط بین شهرها و دهات که از چالش های اساسی ما هست. تحت از این برنامه راه های اساسی و راه های بیرون رفت برش جستجو شده. قسمی که صحبت شد، مشوره هایی که با گروپ های مختلف صورت گرفت در بخش اقتصادی، پیشنهادات اساسی که بر ما از گروپ های مختلف آمد، مسئله خصوصا سکتور خصوصی، مشارکت سکتور خصوصی و عام سرش بسیار زیاد تاکید شده و سکتور خصوصی علاقمندی نشان دادن که در رشد اقتصادی شهرها اینا آماده هستند که با استفاده از روش های مشارکت عام و خصوصی همکار باشند. و همچنان از طرف جوان ها پیشنهاد ایجاد فرصت های شغلی شده، و همچنان از طرف خانم ها دسترسی به مارکت از موضوعات پیشنهادات اساسی می باشد. مقاصد اساسی که تحت از این ستون ما پیگیری میکنیم، مسئله اساسی ما کاهش فقر شهری هست که با ایجاد فرصت‌های شغلی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری بتانیم فقر شهری را تا یک حدی را کاهش بدیم. همچنان تقویت مؤثر و بهتر زمین‌های شهری میباشد و همچنان تأسیس سیستم ترانسپورت پایدار شهری و همچنان ایجاد ارتباط خصوصا از لحاظ حرکات اقتصادی بین شهرها و دهات از مقاصد اصلی از این ستون ما می باشد. نتایجی که ما توقع داریم در ختم از این برنامه به دست بیاریم عبارت از ایجاد یک تنظیم مؤثر ترانسپورت شهری می باشد و همچنان ایجاد یک نظام مؤثر به خاطر تشویق و تقویت کاروبار و تجارت های کوچک، متوسط و همچنان دستفروشان، همچنان ثبت و راجستر ملکیت ها در ساحات شهری خصوصا در ساحات غیر پلانی، و تقویت پارک های سنتی با ایجاد پارک ها و زون ها و حوزه های اقتصادی به خاطر رشد صادرات و تولیدات پارک های سنتی ما.
دو پروژه اساسی و یا کلیدی که تحت از این سکتور ما میخواییم برای پرتیم، مسئله اول از او ثبت راجستر ملکیت ها هست. بیشتر خدمت را عرض کردم که طبق فیصله کابینه و هدایت جلالت ما به شما برای انداخته میشه که در مرحله اول مسئله سروی سرتاسری ساحات شهری ما صورت میگیره که توزیع کتابچه صفایی و همچنان سند ملکیت معقد و بالاخره سند نهایی ملکیت توزیع میگردد که از این طریق هم مسئولیت ملکیت به دست میآید و همچنان عواید شوروالی ها از این طریق بلند میرود و همچنان حرکت به حرکت میآید موضوعات اقتصادی خصوصا داد ستود ملکیت ها در قسمت که در مرحله اول این پروژه در پنج شهر بزرگ کابل، جلال آباد، هرات، قندار و مزار شریف تطبیق می‌گردد که شوروالی های مربوطه و اداره اراضی تطبیق کننده اصلی از این برنامه هستند و قیمت تخمینی از این پروژه در حدود 50 میلیون تخمین شده و در ختم برنامه تخمین شده در زمانی که تطبیق شود در حدود 25 میلیون دلار سالانه برای شوروالی ها عواید به دست میآید. پروژه دوم ما که در این قسمت برای انداخته میشه مسئله انکشاف اقتصادی حوزه های شهری هست که توسط از این پروژه در قدم اول تمام ساحات استراتژیک شهری ما که از لحاظ کاروبار و مراکز اقتصادی مؤثر میباشه شناسایی میشن و همچنان حوزه های جدید کاروباری که در شهرها موجود هست و خاطر تقویت از اونها و رشد سرمایه گذاری و سکتور خصوصی پلان های مؤثر ایجاد میگردد و همچنان ساحات جدید و مراکز جدید اقتصادی جستجو میشه تا از این طریق کاروبار و مسائل سرمایه گذاری جدید ایجاد گردد که تنها این دو پروژه به طور مثال خدمتتان ارائه شد. موضوعات جدید خصوصا در قسمت زیربناهای شهری پروژه هایی که با شوروالی کابل و شوروالی های مربوطه تحت کار است از فعالیت های اساسی از این سکتور می باشد. تشکر است. در اخیر و قبل از ارشادات و رهنمودهای مقام عالی ریاست جمهوری موارد ذیل را غرض منظوری به مجلس محترم پیشنهاد می نمایم. یک، مطابق حکم مقام عالی ریاست محترم جمهوری ایجاد این کمیسیون تحت عنوان کمیسیون عالی توسعه شهری منظور گردیده است که پیشنهاد می نمایم بر اساس مسوده قانون شهرسازی اسم آن به عنوان شورای عالی شهرسازی تغییر یابد. دو، وظایف و صلاحیت های آن منظور گردد. سه، محترم انجینر محمد یوسف پشتون رؤسای اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، اتاقهای تجارت و صنایع و اتحادیه شرکت‌های ساختمانی شامل ترکیب شورای عالی توسعه شهری گردند. 4. یک تن از اعضای محترم کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه و یک تن از مسئولین اداره محترم حبیتات به عنوان اعضای ناظر در جلسات شورای عالی شهرسازی حضور داشته باشند. تشکر سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول مراتب سپاس و امتنان. در ظرف 18 ماه گذشته مطالعات، برنامه سازی، انسجام و هماهنگی به وجود آمده. از این جهت تمام همکارا را یک به یک و وزیر شهرسازی را به عیسی مسئول عمومی تبریک می دهم. نقطه دوم، کجا هستیم، کجا میریم. در 2016 میراث تاریخی را که به شهرهای ما رسیده به صورت همه جانبه باید تثبیت شد که یک تصویر واضح و روشن داشته باشیم. این بنا یک نمونه است تا نسل‌های آینده به وضاحت بفهمند که به حکومت وحدت ملی چی رسید و ما به کجا میرسانیم، تا یک دیدگاه واضح داشته باشیم. دوم، در ختم 2025 چی تصویر داریم؟ برنامه ها واضح است، مگر اهداف عمومی باید به جمع بندی سرتاسری برسن تا در سه بخش بتانیم هم خود بررسی کنیم و هم مردم و هم جامعه مدنی و هم مخصوصا شورای ملی افغانستان که حق نظارتی داره با وضاحت بفهمن که پولی که از بیت المال مصرف میشه، توجهی که میشه، به چی شکل حسابگیریش به صورت شفاف و واضح انشاءالله تعالی به پیش مردم ارائه شد.
ما طرف جزئیات نمیریم چون بحث های بعدی ما حتما این موضوع را جمع‌آوری میکنه. من چند نکته عمومی قابل ذکر است. امروز جایداد ما مسون نیست و یکی از اهداف عمده ما 9 سال بعد از امروز بعدی باشه که هر فرد افغان در هر شهر افغانستان که زندگی میکنه باید دارای جایداد شرعی قابل اعتبار و مسئول باشه. تجربه جهانی نشان داده که وقتی که جایداد از عرفی به شرعی بدل میشه مقدار سرمایه‌گذاری مردم 4 چند حداقل زیادتر میشه و این یک قدم بسیار بزرگ است. دوم، شهرهای ما انکشاف کرده اما جهت نداشت. استفاده زمین شاید یکی از غیر مؤثرترین نوع استفاده زمین بوده باشه. بنان استفاده از زمین و از منابع عمومی که داریم وضاحت کرد. یکی از اهدافی است که مردم افغانستان با وضاحت بفهمند که چند فیصد جایداد هر شهر به دولت تعلق داره، چند فیصد جایداد عامه است، چند فیصد جایداد خصوصی است. تمام از این با یک طبقه بندی واضح باید بیاید تا معلومات همه شریک داشته باشیم. اگر سنگاپور تشریف برده باشین یک نقشه تقریبا هر 5 بسوی سنگاپور در یک نقشه عمومی گنجانیده شده. شهر تینجن چین که با شهر ایراد خوشبختانه توامیت داره عین ترتیب یک نقشه بسیار واضح که یک اساس باید وجود داشته باشه که زیربنای عامه را چی تشکیل میده، دارایی های عامه را چی تشکیل میده و نوع استفاده از این. امروز در جایی که ششتیم کدام از شهرهای بسیار کم منطقه خود باشه که اقا زمین سبز در اختیارشون باشه. بنابرای استفاده از این منابع برای از این که همه از پیش استفاده کنن یک اصل میشه اراضی تثبیت از اینا ترتیب اساسی از این از نقاط بسیار ضروری است. بخش دیگه از الکوزایس با همکارشون از سکتور خصوصی ابراز امتنان میکنیم. سکتور خصوصی افغانستان در انکشاف شهری افغانستان سهم داشته اما چارچوب قانونی همکاری و چارچوب دوامدار از این بدبختانه وجود نداشت و نتیجه از این که همه خساره کردیم. نوع ساختمانایی که ایجاد شده قابل اعتبار نسبی است تا قابل یک اعتبار دوامدار و ضرورت عزیز که نوع مناسبات ما با سکتور خصوصی در این شورای عالی به صورت اساسی مطرح شود و او دا تست او نور همکاران تا یا لوی فرصت ده چه ده دولت او ده ولس ده شریک پایست بانده رازو زکر تر چه دره والا سره طول نسی ولس خصوصی سکتور دولت دا بار موگی یو منزل تا نسو رسوله اما ضرورت دیده چه دا طول انشالله و تالا طول کو نقش جامعه مدنی در ایجاد یک دیدگاه اساسی است. چون شهر باید یک نقطه وصل تمام مردم افغانستان و سمبول وحدت ملی ما باشه. هر فرد افغان باید بتانه در هر نقطه یک شهر زندگی کنه، همه باید ارتباطات باشن و نهادهای شهری را باعث تناش نهادهای شهری به شهروالی خلاصه نمیشه. نهادهای شهری را چی پوانتوناست، چی شفاخاناست، چی مخصوصا از همه کده مهمتر عمدترین نهاد جامعه مدنی ما مساجد ما تکایای ما که اینا کل در یک چارچوب واضح و مشخص بین تا ما بتانیم. و نقطه دیگه چون بحثای تفصیلی است ما دمی خلاص بکنم، شهرهای ما باید شما از مسکن قابل استطاعت صحبت کردین، اگه اصطلاح چی نباشه من میخوام از شهرهای قابل استطاعت صحبت کنیم. دیروز پوپل سب یک خبر بسیار خوش داشتن در جلسه دیگه، من از پیشان خواهش میکنم که تمام ارقام امرای ما شریک کنن. در اواید شاروالی های ما امسال مخصوصا رو به اول که اگر رو به سخت میباشه یک تفاوت بسیار مثبت هم در اواید دوامدار هم در اواید دیگه به وجود آمده که نشان دهنده ایزیست
که رهبری نو شهری در حال ایجاد است، اما ضرورت بسیار واضح است که در این بخش بش بریم. و چون که عرفای بسیار خوب زدیم، یک مثال ناکامیار هم ذکر میکن. دیروز جناب قاضی القضات صاحب آمده یک عریضه را از یکی از هموطنهای ما آوردن. یک آدم بسیار دیندار است، زمین خود فروخته بود با 550,000 دلار. آیت بررسی جایداد ایره ثبت کرده بودن 2,000,000 افغانی. او که رفته بود به بانک مرکزی که پول خود انتقال بده، گفته بود من 550,000 دلار انتقال میتم که از 20,000,000 زیادتر میشه. اینا گفته بودن، او پس نوشته کرد که من ایره قبول ندارم. اما این نشاندهنده عزیز که منابع بسیار بزرگ عایداتی ما در زاییز و ضرورت عزیز که مردم واقعا حرکت ببینن و یک سیستم و یک نظام بسیار واضح وجود داشته باشه تا به پیش بریم. پیشنهادایتان منظور است در جلسات بعدی عملی میشه. بازم اول از ابتکار من ابراز امتنان میکنم که امروز جایی که ما جلسه گرفتیم روز است که اراده حکومت وحدت ملی بر ازی که بنای تاریخی از امکانات داخلی افغانستان دوباره احیا شوه و به شان و شوکتی که ضرور است برای یک ملت، مخصوصا حالی که بنای پارلمان هم تکمیل شده پالوی ازی و بخشیدگاه هم که استر محکمه و ایناست، انشالله تالا به زودی در ایج انتقال خواهد شد. معصم تشکر میکنم و امید است که بخش دوم که افتتای نوار است انجام بدید. تشکر. بخیر.